سخت خبرها. اینجا باید یک جریمه شدید برای کسی مقرر کنیم. تعطیلی یک هفته‌ای استان تهران برای مهار کرونا. رئیس جمهوری ایران از جریمه شدید متخلفان خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا بستری در بیمارستان. پنج مقام و سناتور جمهوری خواه نزدیک به دونالد ترامپ هم به کرونا مبتلا شدند. جنجال بر سر محرومیت گلزن پرسپولیس. قرمزپوشان ایران بدون آل کثیر در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به میدان می‌روند. و تلاش برای حل یکی از بزرگترین پرونده‌های اعتراض‌های کارگری در ایران. نایب رئیس مجلس گفته قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به مدیران فعلی آن فسخ می‌شود. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. استان تهران برای مقابله با شیوع کرونا یک هفته تعطیل شد. استانداری تهران اعلام کرده فعالیت مراکز آموزشی، مساجد، تالارها، کافه ها و قهوه خانه ها به مدت یک هفته ممنوع است. دولت ایران هم برای کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند اقدامات تنبیهی در نظر گرفته، از جمله جریمه نقدی، اخراج موقت از محل کار و پمپ مغازه. آمار ابتلا به کرونا در ایران بعد از مراسم محرم بالا رفته و سراسر کشور در وضعیت قرمز است. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مراسم 40 امام سوم شیعیان برگزار نمی شود و مرزهای عراق بسته است. پرهام قبادی گزارش می داد. یعنی اینجا باید یک جریمه شدید برای کسی مقرر کنیم که فهمیده او مبتلا به این بیماری است و دستوری که بهش داده شده برای 14 روز مراد نکرده. صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا و تهدید به برخورد با متخلفان، کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، از جریمه نقدی تا اخراج موقت و پلمب مغازه ها. تکلیف هم مشخص کردیم، اگر یک کارمند اداری مراد نکرد چه اقدامی باید بشه. قبلا مشخص کردیم، از تذکر گرفته تا زمانی که از انفصال نمیدونم یک سال خدمت و اینا هم در حد بالا پیش بینی کردیم. دوم، اصناف و اونایی که خدمت میدن خودشون باید مراعات بکنن. اگه خودشون مراعات نکردن اینجا باید بهشون برخورد شه. برخوردش هم دیگه اون تذکره و در نهایت هم اگه مراعات نکرد پلمب. علیرضا زالی رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران گفت وضعیت در پایتخت ایران کاملا بحرانی است و درخواست تعطیلی عمومی یک هفته ای کرد. تعداد تلفات کرونا در ایران هفته هاست که سرغمی است. تمام کشور در وضعیت قرمز است. حسن روحانی اما راهکار را مسئولیت پذیری بیشتر مردم می داند و در صحبت‌های امروزش حرفی از تصمیمات دولت در این مدت به میان نیاورد. اقداماتی مانند بازگشایی مدارس و برگزاری مراسم محرم. مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا اما در مصاحبه ای از بازگشایی مدارس انتقاد کرد. الانم به نظر من باز دوباره باید ببندن مدارس رو، برای اینکه هم تعداد خیلی کمی میفرستن، هم که مگه بچه های ما در زمان موشک بارونی که در جنگ عراق بود، خب مدارس تعطیل شد، ما اینا رو تمام مدت با تلویزیون درس خوندن. خب این همه کانالای تلویزیون داریم، با اونجا درس بخونن که توی دهات هم باشه، لازم نیست که ما که نداریم سیستم زوم و سیستم های خیلی پیشرفته اینترنتی، اینترنت با سرعت کامل که بتونیم همه رو اینترنت دست بدیم. در دهات که اینترنت وجود نداره، اصلا گوشی هوشمند وجود نداره. رئیس جمهوری ایران بارها با هر تعطیلی مخالفت کرده و بازگشت محدودیت ها را هدف دشمن خوانده. با آنکه برگزاری تجمع‌های پرجمعیت در بسیاری از کشورهای دنیا تعطیل است، ایران امسال مراسم محرم را برگزار کرد، برخلاف هشدار برخی از کارشناسان و مقام‌های پزشکی، مراسمی که حاکمیت یک پارچه از برگزاری آن حمایت کرد. این حرف‌های حسن روحانی است حدود 2 ماه پیش. ما عزاداری همه جا، عزاداری امام حسین باید انجام بدیم، تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشدار، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو
انجام بدیم. با اینکه حاکمیت و رسانه‌های حکومتی تلاش کردن نشان دهند مراسم با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود، در بسیاری از تصاویر نشانی از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی نیست. مدتی پس از برگزاری این مجالس، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به شدت بالا رفت و روزانه حدود 200 نفر جانشان را از دست دادند. رسانه‌های ایران اما از همان زمان تلاش کردند بگویند افرادی که به سفر می‌روند در شروع موج سوم نقش بیشتری داشتند تا عزاداران. وضعیت بعد از محرم چنان وخیم شده که امروز رئیس جمهوری ایران اعلام کرد از مراسم اربعین امسال خبری نیست. او همچنین از مردم خواست تا به مرزهای عراق برای رفتن به کربلا مراجعه نکنند. هیچ رفت و آمدی برای راهپیمایی در عراق وجود نداره. مرزهای کشور به طور کامل بسته. تصمیمی که دولت برای مراسم اربعین گرفت، اگر برای مراسم محرم گرفته بود، آمار جانباختگان شاید هزاران نفر کمتر می بود. پرهام قبادی، بی بی سی. اما در پی تدابیر جدید برای مقابله با کرونا، خیابان‌های مادرید، پایتخت اسپانیا، دوباره تقریباً خالی شده. دولت محلی مادرید می‌گوید محدودیت‌های جدید دولت مرکزی آشفتگی می‌آفریند و به دادگاه شکایت کرده. نزدیک به 5 میلیون ساکن مادرید حالا در محدودیت این شهر محصور شدند. در همین حال لهستان و جمهوری چک از افزایش موارد ابتلا خبر دادند و در هند شمار جانباختگان از 100 هزار نفر گذشت. بیش از 50 فعال سیاسی، صنفی و حقوق بشری در ایران در بیانیه‌ای از تداوم اجرای مجازات اعدام انتقاد کردند. امضا کنندگان این بیانیه که متن آن در سایت کلمه منتشر شده، جان دادن به گفته آنها ذره ذره و گاه ناگهانی معترضان در حبس و حصر را به عنوان بحرانی در کنار بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران برشمردند و همچنین به برخورد مرگبار با معترضان اعتراض کردند. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، به روزنامه آرمان ملی گفته اگر فعالان محیط زیست به جاسوسی متهم شدند، حتما مستنداتی است که در حوزه محیط زیست نیست و ما از آنها بی اطلاع هستیم. 8 فعال محیط زیست که توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند، پس از 2 سال در بهمن 98 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. همچنین در بهمن ماه سال 96 به خانواده کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست گفته شد که او در زندان خودکشی کرده. وزارت دارایی آمریکا میگوید 8 مقام بلاروس را به دلیل نقش آنها در آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب معترضان خوانده به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. اتحادیه اروپا هم روز جمعه 40 نفر از جمله وزیر کشور و رئیس کمیسیون انتخابات بلاروس را تحریم کرد. دولت بلاروس در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا اعلام کرده که تحریم‌های علیه شماری از مقام‌های اروپایی اعمال می‌کند. دیشب دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بعد از ابتلا به کرونا به بیمارستان منتقل شد. پزشک او در شب اول بستری شدنش میگوید حال رئیس جمهوری خوب است و نیازی به اکسیژن ندارد. کمتر از 1 روز بعد از انتقال آقای ترامپ به بیمارستان، ابتلای 5 مقام و سناتور جمهوری‌خواه نزدیک به آقای ترامپ از جمله رئیس ستاد انتخاباتی او به کرونا تایید شده. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. سفر دونالد ترامپ برای بستری شدن چند روزه در بیمارستان، کمتر از 24 ساعت پس از آنکه خبر داد نتیجه آزمایش کرونا که از او و همسرش گرفتند مثبت بوده. پرواز انتقال یک رئیس جمهوری به یکی از بهترین مراکز درمان کشور که فقط چند بار در تاریخ آمریکا رخ داده. مقام‌های کاخ سفید اصرار دارند که صرفاً از روی احتیاط انجام شده. پزشک او گفت درمان دونالد ترامپ از جمله با داروی رمدزویر که برای کوتاه کردن دوره بیماری تجویز می شود شروع شده و او بدون نیاز به دستگاه اکسیژن در حال استراحت است. آقای ترامپ در ویدیویی که پیش از سوار شدن به بالگرد گرفته بود از همدردی ها سپاسگزاری کرد و در توییتی از بیمارستان نوشت که حالش خوب است. خیلی سپاسگزارم. 74 ساله بودن و اضافه وزن داشتن آقای ترامپ سبب شده نگرانی ها و پرسش ها در مورد پیامدهای وخیم‌تر شدن احتمالی حالش یا حتی فوتش 1 ماه پیش از انتخابات بالا بگیرد. کاخ سفید اما میگوید
که او از بیمارستان به وظایفش عمل خواهد کرد. علاوه بر رئیس جمهوری و همسرش، دستیار ارشد هوپ هیکس، کلین کانوی، مشاور سابق آقای ترامپ، رانا مکدانیل، رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواه و دو سناتور جمهوری خواه هم کرونا مثبت شدند. آنها همگی در مراسم اعلام نام قاضی جدید برای دیوان عالی که دقیقاً یک هفته پیش برگزار شد شرکت کرده و در دو ردیف اول نزدیک هم نشسته بودند. وضعیت بی سابقه ای که تقویم سیاسی یک ماه آینده تا 13 آبان که آخرین روز رأی‌گیری است را در ابهام فرو برده. به ویژه معلوم نیست که دو مناظره بعدی انجام می شود یا نه. آنچه قطعی است رأی‌گیری بدون وقفه ادامه پیدا خواهد کرد. جو بایدن ضمن همدردی مجدد با آقای ترامپ و بانوی اول به تبلیغات انتخاباتیش ادامه می دهد. اطمینان دارم شما هم مثل من برای سلامتی رئیس جمهوری آمریکا دعا می کنید. رسانه های آمریکا گزارش دادند ستاد انتخاباتی دموکرات ها اما تصمیم گرفته به جای آگهی های سیاسی علیه ترامپ، تبلیغاتی که برنامه های جو بایدن را شرح می دهد بیشتر پخش کنند. باراک اوباما هم در ویدیوی گفت با اینکه در یک نبرد بزرگ سیاسی هستیم همه باید برای رئیس جمهوری آرزوی سلامت کنیم. ما همه آمریکایی و همه انسان هستیم. اولویت سلامت هم است. به ویژه رئیس جمهوری و بانوی اول که همسرم میشل و من براشون آرزوی سلامتی میکنیم. همه در انتظار شفافتر شدن وضعیت جسمی رئیس جمهوری. برای طرفداران او البته فقط یک گزینه قابل تصور است. بهبود و بازگشت سریع به رقابت‌های انتخاباتی. همانطور که لازاروس با قدرت خدا، دعا و مشیت الهی از مرگ برگشت، معتقدم که رئیس جمهور ترامپ هم با قدرت دعا و توسل به این شمایل مقدس برمی‌گرده. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. ساعتی پیش از محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری‌های عفونی در واشنگتن، درباره وضعیت آقای ترامپ و داروهایی که برای او تجویز شده پرسیدم. خب ایشون در شرایطی که رفته بیمارستان، اکثر بیماران کووید 19 در این شرایط هنوز به بیمارستان نمیرن و معمولاً صبر می‌کنن یه مقدار وخیم‌تر باشه تا اینکه به بیمارستان قبولش کنن. البته قابل درک جهت احتیاط بردنشون رو به بیمارستان ارتش و اونجا دو تا داروی آزمایشی در واقع که هنوز به مراحل چیز شدن جواز گرفتنش رو نگذرونده بهش دادن. یکی از داروها یک آنتیبادی هست، یعنی ترکیب دو تا آنتیبادی که اینها در واقع ویروس رو خونسا میکنند، باعث شدن ویروس نتونه وارد سلولهای بدن بشه و به این ترتیب جلوی عواقب شدید بیماری رو میگیره، فرصتی میده به سیستم ایمنی که در مقابل ویروس یک واکنش مفید و مؤثری رو ایجاد بکنه و بتونه جلوی بیماری رو بگیره. دومیش یک دارویی هست به اسم رمدسیویر که این قبلا هم آزمایش شده بود و این دارو رو تو یک فاز دو آزمایش کلینیکی آزمایش کرده بودن و نتایج نسبتاً خوبی داشته، اما در حد انتظار نبود. ولی خب ترکیب این دوتا دارو از نظر علمی خیلی منطقی هستش، برای اینکه یک دارو جلوی ورود ویروس به سلولا رو میگیره، داروی دیگه که رمدسیویر باشه جلوی تکثیر ویروس رو در درون سلول و در نتیجه این دوتا ممکنه دست دست هم دیگه مؤثر باشه. البته این نگاهی وقتی که به شرایط آقای ترامپ میندازیم، وزن او که بیش از 110 کیلو وزنش هست، البته قدش هم خب 1.90 و فاکتورهای دیگه، سنش، همه اینها رو که در نظر میگیریم، شما شرایطش رو چگونه میبینید؟ ولی به همین دلیل هم یه مقدار نگرانی ها بیشتر بوده و شاید یه مقدار زود بردن به بیمارستان به خاطر همین باشه. اگر شما به عوامل مختلفی که
باعث یا استعداد بیشتر برای گرفتن ویروس میشه یا استعداد بیشتر برای اینکه بعد از اینکه کسی ویروس رو گرفت به مراحل وخیم برسه و نیاز مثلا به دستگاه تنفس پیدا بکنه، نیاز به آی سی یو پیدا بکنه. چندی فاکتور هستن، یکیش هستش سن بالای 65 سال، یکی دیگرش هستش وزن زیاد یا بی ام آی بالا، یعنی نسبت وزن به مساحت پوست، و عوامل دیگرش البته عوامل بیماری های مثلا قلبی و ریوی و دیابت و اینجور چیزا هست که ما نمیدونیم چقدر از اون عوامل رو دونالد ترامپ داره، ولی به هر صورت حداقل در مورد وزن و در مورد سن میشه گفتش که ایشون رو توی کاتگوری قرار میده که ریسکش چندین برابر بالاتر از به خصوص مسئله سن، حدود 6 برابر ریسک وخیم شدن بیماری رو بیشتر میکنه نسبت به کسانی که لاغرتر هستن و جوانتر هستن. در نتیجه بفرمایید جمله آخرتون رو بفرمایید. به خاطر این عوامل احتمال این خطر زیاده و به خصوص الان که چیز شد. ولی من یه نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که درست همون سیاستمدارایی که نادیده میگیرن توصیه دانشمندان رو، یعنی در آمریکا، انگلیس و برزیل، این سه تا رئیس جمهور یا رئیس دولت هر سه تا گرفتن بیماری رو. به نظر من این درس مهمیه برای همه که بدونن که به ویروس نمیشه قلدری کرد و باید دنبال توصیه های علمی برن. ما جواد امام بود، میکروبیولوژیست. اما به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. برای مهار شیوع کرونا در پایتخت ایران، استانداری تهران به مدت یک هفته فعالیت مراکز آموزشی، تجاری و مذهبی را ممنوع کرد. رئیس جمهوری آمریکا دیشب به دلیل ابتلا به کرونا راهی بیمارستان شد. 5 مقام و سناتور جمهوری‌خواه نزدیک به ترامپ هم به کرونا مبتلا شدند. در ادامه این برنامه، نایب رئیس مجلس گفته قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به مدیران فعلی فسخ می شود. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که عیسی آل‌کثیر، بازیکن تیم پرسپولیس، به خاطر آنکه در بازی مقابل تیم پاختاکور ازبکستان چشمای خود را با دست کشیده، 6 ماه از بازی محروم شده. کنفدراسیون فوتبال آسیا عیسی آل‌کثیر را همچنین $10,000 جریمه کرده. باشگاه پرسپولیس و خود آقای آل‌کثیر اما میگویند این حرکت او معنی نجات پرستانه نداشته و او در تمام بازی‌هایش هنگام شادی این حرکت را انجام می‌دهد. بیشتر از مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی، درباره زمان اعلام این تصمیم در آستانه مسابقه حساس پرسپولیس پرسیدم. تصمیم و رأی بهت‌آور و غیر منتظر و ناعادلانه با توجه به اینکه شما هم در متن خبر اشاره کردید، در اکثر بازی‌هایی که گلزنی میکنه این حرکت رو برای میکائیل برادرزادش انجام میده، تصاویرش هم منتشر شده. زمانی که در صنعت نفت آبادان هم بود این کارو میکرد و پیش از این مسابقه هم در دیدارهای قبلی که گل زد باز همین حرکت رو تکرار کرد. به طور کلی اصولا تیمی هم از شرق آسیا در این رقابت ها حضور نداره، مقابل تیم عربی هم انجام داد، مقابل تیم پاختاکور هم انجام داد. البته که کدهای انضباطی فیفا و AFC بسیار متقن مشخص هر گونه اقدامی که بیانگر در واقع رفتارهای نژاد پرستانه یا تبعیض جنسیتی و مسائلی از این دست باشه به سرعت با محرومیت مواجه میشه. اما به هیچ وجه چنین قصدی رو عیسی آل‌کثیر نداشته و اگر مسئولین باشگاه پرسپولیس طی این 3 روز که شایعه محرومیت و پچ‌پچ‌هاش شنیده میشد و دیده میشد در شبکه‌های اجتماعی، میتونستن مستندات رو ارائه کنن به AFC و بعد خود آل‌کثیر رو در واقع تو اینستاگرامش یه متن رو به زبان انگلیسی مینوشت، توضیح میداد. مشخصا قوانین هم همینو میگه، یعنی وقتی شما قصدی رو ندارید و هدفی رو از پیش ندارید که این حرکت رو انجام بدین، هیچ محرومیتی. البته پرسپولیس در بیانیه‌اش میگه که این کارو کردیم و مستندات رو ارائه دادیم. با این حساب امروز عیسی آل‌کثیر در بازی که امروز قرار هست تا ساعتی دیگه برگزار بشه شرکت نخواهد کرد. این کارو کردن ولی متاسفانه بعد از اعلام رأی. این کار رو باید
همون بعد از بازی با پاختاکو رو انجام میدادن، این فرصت رو داشتن. این اولین بار نیست متاسفانه ما از تأخیر و تعلل و ناآگاهی از قوانین فوتبالمون ضربه میخوره. یه نکته مهم متاسفبارم اینجا هستش که میدونیم ایصال کثیر و خانوادهش خودشون اصلا قربانی نژاد پرستی هم و سالها گرفتار فقر بوده، در مصاحبه‌هاش اشاره کرده که من جوراب به شکمم می‌بستم که گشنگی رو حس نکنم بتونم فوتبال بازی کنم. مصاحبه‌های مادرش رو دیدیم، خانواده‌اش رو دیدیم، یه خانواده رنج دیده که دارن شادی میدن به این مردم. چطور ممکنه که عده‌ای از هموطنان تحت کرکری‌های واقعاً نازل و غیر انسانی، غیر اخلاقی میرن یه متنی رو به زبان انگلیسی ده ها هزار نفر در اینستاگرام AFC منتشر میکنن که اینو محروم کنید، این حرکتش نژادپرستانه بوده. یعنی متاسفانه این تحریک از داخل کشور انجام شده و لطمش به کل فوتبال ایران میخوره، چون عیسی تو هر بازی داشت گل میزد و کل آسیا رو شگفت زده کرده و اگه پرسپولیس اینجا قهرمان میشد و که امیدواریم همچنان بشه، ولی با وجود عیسی خیلی این در دسترس تر بود که بازی رو ببره، جایزه نقدی داشت و پرسپولیس میرفت به فینال لیگ قهرمانان آسیا. متاسفانه از هر زاویه‌ای که به این موضوع نگاه میکنیم غم انگیز و تلخ و تاسف آوره. مهدی رستم‌پور بود. نایب رئیس مجلس ایران میگوید قرارداد شرکت نیشکر هفت‌تپه با مدیران فعلی اون تا یک ماه و نیم دیگه فسخ میشه. در پایان نشست بررسی مشکلات کارگران هفت‌تپه در مجلس، علی نیکزاد گفت متولیان فعلی صلاحیت ادامه تصدی این شرکت رو ندارن. کارگران نیشکر هفت‌تپه در 5 سال گذشته در اعتراض به نحوه خصوصی سازی، تعویق دستمزدها و سوء مدیریت بارها اعتصاب کردند و شماری از اونها بازداشت هم شدند. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا با ما هست. آقای نخل احمدی، 5 سال اعتراض و حالا میشنویم از نایب رئیس مجلس که میگه مدیران فعلی صلاحیت حتی ندارن، که صلاحیت تصدی این شرکت رو ندارن. چه بر سر این کارمندان قرار بیاد و درخواست هایی که دارن؟ والا به نظرم شرایط کارگران همچنان در ابهام هست، با توجه به رأی یا نظری که مجلس اعلام کرده. در کنار 2 نفر مدیر هفت‌تپه، مدیریت هفت‌تپه، 50 نفر دیگه از کارکنانی که اونها هم با عنوان مشارکت در فساد از اونها نام برده شده، اونها هم قرار هست که از کار تعلیق بشن و کنار گذاشته بشن. خب چند هفته قبل دیوان محاسبات اعلام کرد که باید از مدیران هفت‌تپه خلعیت بشه، اما دولت، آقای واعظی رئیس دفتر دولت و همچنین وزیر اقتصاد این مسئله رو مقاومت کردن، رد کردن و گفتن اگر قرار هست که حکمی صادر بشه حتما باید از طریق شورای داوری باشه، شورای داوری خصوصی سازی باشه که زیر نظر خود سازمان خصوصی سازی هست. الان یک پارادوکسی هست، یک دعوایی هست بین سازمان دیوان محاسبات و مجلس که دولت در واقع اعلام میکنه که اینها به دنبال این هستن که از این طریق این شرکت رو به یکی از نهادهای زیر مجموعه رهبری منتقل بکنن، اما قوه قضاییه خب طبیعتاً جست این رو گرفتن که نه، ما باید به کسی که اهل این داستان هست این شرکت رو واگذار بکنیم. عملا هم دعوا از همون جایی شروع شد که به شخص درستی این شرکت واگذار نشد دیگه، یعنی و حالا این که خب کارگران چه میخوان؟ آیا ترجیحشون اینه که دوباره دولتی بشه این سازمان؟ کارگران درخواستشون این هست که این شرکت با حضور نماینده از دولت توسط خود کارگران در واقع مدیریت بشه، مسئله ای که هم مجلس هم دیوان محاسبات و هم دولت اون رو رد کردن. در سوالی که از نماینده مجلس انجام شد راجع به اینکه خب حالا جایگزین این مدیریت قبلی چه کسانی خواهند بود، ایشون اعلام کرد که ما باید دنبال شرکت های تأکید هم کردن، شرکت های خصوصی که اهلیت داشته باشن و از سرمایه درگردش کافی برخوردار باشن ما استفاده بکنیم یا در اونها رو در نظر بگیریم. اما خب مسئله بر این هست که ما 5 سال هست که کارگران هفت‌تپه دارن اعتراض میکنن و حاکمیت نشون داده که امکان این که چشم‌پوشی بکنه بر روز این اعتراضات و درخواست ها رو داره. حالا چی میشه که در شرایط کنون ناگهان مجلس میاد و ادعای حل مشکل اینها رو میکنه؟ یک کم شاید
اون گمانه‌زنی ها در مورد اینکه فقط قرار هست یک نقل و انتقالی به نفع بخش دیگری از قدرت در این وسط انجام بشه به نظرم بیشتر قوت داره. ممنونم شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار. با ارمنستان میگوید غیر نظامیان ساکن شهر اصلی قره‌باغ هدف توپخانه ارتش جمهوری آذربایجان قرار گرفتند. بازرس ویژه منطقه قره‌باغ در نشستی با خبرنگاران تایید کرده که برای اولین بار راکت‌هایی با کالیبر بالا در شهر خانکندی فرود آمده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از علی خیرت‌پیر. بالا گرفتن آتش درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مناقشه‌ای کهنه. حالا زبانه های این آتش دامن غیر نظامیان را هم گرفته. اینجا خانکندی یا به قول ارامنه استپاناکرت شهر اصلی قره‌باغ است که از آسمانش خمپاره باریده. به این ترتیب پس از روستاهای اطراف رفته رفته خانکندی هم از سکنه خالی می شود. امروز برای اولین بار استپاناکرت هدف اصابت راکت های کالیبر بالا قرار گرفت. شکایت از هدف گرفتن مناطق مسکونی از هر دو سو شنیده می شود. باکو هم نظامیان ارمنستان را به هدف گرفتن شهرهای مرزی قره‌باغ متهم می کند. ارمنستان مسئول مستقیم حملات موشکی از مرزهایش به شهروندان غیر نظامی آذربایجان است. ارمنستان در تلاش برای گسترش جغرافیایی درگیری و تحریک بیشتر سیاسی و نظامی با نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین المللی و کنوانسیون ژنو است. ترکش‌های درگیری میان باکو و ایروان اما مسافت‌های طولانی پیموده از تهران تا واشنگتن. این روزها شاهد اعتراض‌های خیابانی است که گاه با واکنش نیروهای ضد شورش هم روبرو می‌شود. برای نمونه اینجا در تهران و اینجا تبریز. در این اعتراض‌ها از سه‌شنبه هفته گذشته در ایران دست کم ده‌ها تن از مدافعان جمهوری آذربایجان بازداشت شدند. این تجمع‌های خیابانی در حالی است که جمهوری اسلامی می‌گوید مسیر بی‌طرفی را پیش گرفته. از سوی خواستار پادرمیانی برای آتش‌بس شده و از طرف دیگر هشدار داده که تعرض به مرزهای ایران تحمل نمی‌شود. علی خیرت‌پیر، BBC. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که BBC فارسی را انتخاب کردید.